با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. دفاعیات رپر مشهور حمید صفت. اگر علاقه من به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. محاکمه مجدد حمید صفت در پی قتل ناپدریش. آنچه که امروز در رسانه ها منتشر شده، فرزند مقتول درخواست قصاص حمید صفت رو کرده و در این خصوص گفته متهم حمید صفت و مادرش با پدر من 10 سال زندگی می کردند. آنها می دانستند پدر من بیماری قلبی دارد و حالش خوب نیست. من گذشت نمی کنم. حاضرم سهم دیه برادرم رو که در ایران نیستم بپردازم. حمید صفت هم در خصوص این ماجرا گفته روز حادثه من در خانه مادرم و هوشنگ بودم که جر و بحثی پیش اومد. هوشنگ به سمت آشپزخونه رفت و من فکر کردم میخواد چاقو برداره. به همین خاطر یه لیوان رو که روی میز بود زمین انداختم و شکستم. من اصلا گلدان پرت نکردم. گفته های نماینده دادستان در جلسه قبل را قبول ندارم. من برای هوشنگ احترام زیادی قائل بودم. با او زندگی کرده بودم و به هیچ وجه به عمد به او آسیبی وارد نکردم. در زمان درگیری هم ضربه‌ای به او نزدم. اینها صحبت‌ها و دفاعیات حمید صفت در جلسه دادگاه بود. اما می‌پردازیم به جلسه دادگاه و این ماجرا و آخرین دفاع خواننده رپ حمید صفت. حمید صفت که 3 سال قبل به دنبال درگیری مرگبار با شوهر مادرش به اتهام قتل عمد قرار گرفته، در حالی که تا دیروز با سپردن قرار وثیقه آزاد بود، محاکمه شده. پس از جلسه دادگاه با تشدید قرارش از سوی هیئت قضایی بازداشت و تا صدور حکم روانه زندان شد. نخستین برگ از پرونده حمید از روز 24 مرداد سال 96 تکمیل شد. آن روز که او متوجه درگیری مادرش با شوهرش شده بود، سراسیمه خود را به خانه آنها رساند و در دفاع از مادرش با شوهر او درگیر شد. مادر حمید صفت از حدود 10 سال قبل پس از جدایی از شوهر اولش یعنی پدر حمید صفت با هوشنگ 66 ساله ازدواج کرده بود و حمید هم گاهی به خانه آنها می رفت، یعنی به خونه مشترک مادرش و ناپدریش. حمید اون روز وقتی متوجه شد که هوشنگ مادرش رو کتک زده، خودش رو به خونه اونا رسوند و با هوشنگ درگیر شد. هرچند که این درگیری با کشمکش و بگومگو همراه بود و حمید یک گلدان رو شکست، اما هوشنگ به تازگی قلبش رو جراحی کرده بود و داروهای ضد انعقاد خون مصرف میکرد. حالش بد و به بیمارستان منتقل شد. با اینکه پزشکان تلاش زیادی برای مداوای هوشنگ انجام دادند، اما 3 روز بعد روی تخت بیمارستان هوشنگ جان خودش را از دست داد و خانواده هوشنگ هم از حمید صفت به اتهام قتل پدرشون شکایت کردند. این ماجرایی که براتون الان گفتیم همون ماجرایی هستش که دادستان دادگاه هم تایید کرده و البته حمید صفت در آخرین دفاعیات خودش منکر این قضیه شده و اصلا اعلام کرده که من به هیچ عنوان هیچ گلدانی رو پرت نکردم، من فقط یک لیوان رو شکستم. و اما پرونده در دادسرای جنایی. شکایت اولیای دم هوشنگ که شامل 2 پسر و 1 دختر او هستند باعث دستگیری حمید شد. او که خواننده رپ بود و تا آن زمان چندان معروف نبود، پس از دستگیریش نام او سر زبانها افتاد. حمید صفت در دادسرا به درگیری با پدرخواندهش اعتراف کرده بود، اما گفت قصد کشتن او را نداشته. او گفت روز حادثه با مقتول بحثم شد و یک گلدان برداشتم و به دیوار کوبیدم تا او را بترسانم، ولی امروز در دفاعیاتش گفته که من یک لیوان را شکستم. بعد به سمتش رفتم و ضربه‌ای به صورتش زدم، ولی در دفاعیات امروزش میگه من به هیچ عنوان به او ضربه ای نزدم. حمید صفت در ادامه ماجرا میگه همسایه ها با شنیدن صدای دعوا مقابل خانه ما آمدند و دعوا خاتمه پیدا کرد. من و مادرم از خانه خارج شدیم، اما گویا 2 ساعت بعد ناپدریم دچار حالت تهوع و به بیمارستان منتقل میشود و پس از 3 روز جان خودش را از دست میدهد.
در ادامه جلسه محاکمه، رئیس دادگاه با تفهیم اتهام مباشرت در قتل عمد از حمید صفت درخواست می‌کند که در جایگاه بایستد و از خودش دفاع کند. او ابتدا رو به فرزند مقتول کرد و گفت: به خاطر حادثه‌ای که اتفاق افتاده عذرخواهی می‌کنم و طلب بخشش دارم. با این حال من مرتکب قتل نشدم و اتهامم را قبول ندارم. در ادامه قاضی متین راسخ به تحقیق از متهم پرداخت و سوالاتی از حمید صفت پرسید. از حمید صفت قاضی سوال کرد: آیا قبول داری که در درگیری با متوفا با کف دست چندین ضربه به صورت و بینی او زده ای؟ حمید صفت در ادامه گفت: مثل همه دعواها درگیری ما هم با هل دادن همدیگه شروع شد و من هم چند مرتبه او رو هل دادم. در تحقیقات اولیه گفتم من او را نزدم. گفتن اگر تو نزدی مادرت زده. به همین دلیل من هم گردن گرفتم که چند ضربه به او زدم. قاضی درباره پرت کردن گلدان و شکلات خوری به سوی متهم صحبت کرد و گفت: در این رابطه بگو. حمید صفت گفت: من شکلات خوری رو به سوی او پرتاب نکردم. فقط یک گلدان بود که به دیوار کوبیدم. آن موقع متوفا، یعنی همون هوشنگ، به سمت آشپزخونه رفت و من فکر کردم میخواد چاقو برداره. دستش رو گرفتم. او یک لیوان برداشت که آن رو هم از او گرفتم و این لیوان افتاد و شکست. بعد هم دعوای من و هوشنگ تموم شد. قاضی از حمید صفت سوال میکنه: آیا قبول داری با دست به صورت مخدود ضربه زدی؟ حمید صفت گفت: من ضربه زدن در حد هول را قبول دارم. در این هنگام قاضی از یکی از حاضران در دادگاه خواست در برابر متهم قرار بگیره تا او صحنه درگیری رو بازسازی کنه. متهم در این صحنه کف دستش رو روی بینی و صورت فرد مقابل قرار داد و او را هول داد. حمید صفت قاضی سوال میکنه که آیا میدونستی که هوشنگ بیماره و داروی ضد انعقاد خون مصرف میکنه؟ حمید صفت در پاسخ میگه: میدونستم که بیماری قند یا همون دیابت داره. یه مرتبه هم براش از کیش انسولین تهیه کرده بودم. بیشتر از این نمیدونستم تا اینکه شب حادثه مادرم گفت حاجی به بیمارستان منتقل شده. من اصلا نمیدونستم که انعقاد خون چیه. قاضی از حمید صفت سوال میکنه: آیا میدونستی مقتول مدتی قبل عمل جراحی قلب داشته؟ حمید صفت در پاسخ میگه: مدتی قبل از حادثه پرسیده بودم و گفته بودن که دکتر قلب میره هوشنگ. قاضی از حمید صفت سوال میکنه که مادرت و مقتول چه زمانی با یکدیگر ازدواج کردند و تو از چه زمانی با آنها زندگی میکردی؟ حمید صفت در پاسخ گفت: اونا حدود 10 سال قبل ازدواج کردند. من چند سال با پدرم زندگی میکردم و بعد با مادرم و هوشنگ زندگی کردم. حدود 3 سال با اونها بودم و بعد از مدتی که دفتر کار گرفتم خودم تنها زندگی میکردم و گاهی به مادرم سر میزدم. قاضی از حمید صفت سوال میکنه: چقدر درس خوندی؟ حمید میگه: من دیپلم نقشه کشی دارم. قاضی از حمید سوال میکنه: چه ورزشی میکردی؟ حمید در پاسخ میگه: قبل از اینکه این اتفاق بیفته بدنسازی میرفتم و فوتبال بازی میکردم. اتفاقا گاهی هوشنگ هم با من به فوتبال میومد و وضعیت قندش هم با فوتبال بهتر شده بود. اتفاقا بعد از اینکه از زندان هم آزاد شدم با امیر اکبری بوکسکار معروف هم بوکس کار میکردم. قاضی از حمید صفت سوال میکنه: آیا میدونستی افرادی که چنین داروهایی مصرف میکنن ممکنه با ضربه کوچیک دچار سکته بشن؟ حمید در پاسخ میگه: نه، اصلا نمیدونستم. اما در نهایت باید منتظر رأی نهایی دادگاه بود. الان اصلا نمیشه گفت که آیا حمید صفت را قصاص میکنن یا نه. دوستان عزیز، ما صرفاً این ویدیو رو بر اساس اخباری که در رسانه‌های خبری داخلی منتشر شده برای شما عزیزان در قالب یک ویدیو درست کردیم. دوستان عزیز، ما به هیچ عنوان نقشی و مسئولیتی در قبال این خبرها نداریم و اصلا نمی‌گیم که این خبر راسته یا دروغه، چرا که این خبرها رو بر اساس سایت‌های خبری که در داخل کشور وجود داره و همین الان خودتون هم میتونید مراجعه کنید به این سایت‌های خبری برای شما
از این ماجرا از روی همون سایت ها خوندیم و براتون خبر رو تهیه کردیم و به هیچ عنوان نقش و مسئولیتی راجع به این گونه خبرها نداریم و اساساً این جور خبرها رو بر اساس سایت های خبری موجود در رسانه ها برای شما عزیزان گزارشی و ویدیویی رو تهیه میکنیم. دوستان عزیز، لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان کشورهای مختلف لطفاً شیر کنید و همچنین نظراتتون رو راجع به آقای حمید صفت و ماجرایی که براشون پیش اومده در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. با تشکر.